سلام و وقت بخیر به خبر ساعت 6 خوش آمدید. امروز دوشنبه 9 اسد سال 1402 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 31 جولای سال 2023 میلادی. در نخست سرخط مهمترین خبرها، تاکید پاکستان بر پیشکش کردن اسناد معتبر برای عدم استفاده تروریسم از خاک افغانستان. آیا اسلام آباد هنوز هم از خاک افغانستان حراس دارد؟ دوام نشست دوحه در رقبه دروازه های بسته. حکومت سرپرست انتظار دارد تا نشست قطر بالای اوضاع افغانستان تاثیر بگذارد. و شمار قربانیان انفجار اخیر در خیبر پشتونخوا به نزدیک به 250 تن رسید. وال هم مشروع اخبار، من نیلوفر سروری هستم. حمدالحق ملای پاکستانی میگوید جناب افغان ثبوت مسق را پیشکش کند که خاک افغانستان بر ضد پاکستان استعمال نمیگردد. اما افغان ها اینچنین اظهارات را تداوم دشمنی اسلام آباد با کابل خوانده و میگویند این گروه های مسلح در 40 سال گذشته در پاکستان آموزش دیده و کنون دوباره بالای آنها حملات را انجام میدهند. باور دیگر این است که مسئله TTP موضوع داخلی پاکستان است و به افغان ها هیچ ربطی ندارد. امارت نے بھی بار بار اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے کہ کسی کے ملک کے اندر انٹرفیرنس کر رہے ہیں یا ہمارے کسی کو اجازت دے کہ وہ افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو، لیکن اس کا بھرپور انہیں ثبوت دینا ہوگا. اگر اس کے بارڈرز پہ پاکستان دشمن لوگ چھپے ہوئے اور پاکستانی عوام کو بعد از حمله در باجاور، این کلیپ ویدیوی مولانا حمدالحق منتشر گردید که نام برده در آن از امارت اسلامی تعهد خواسته که خاک افغانستان بر ضد پاکستان استعمال نشود و باید در این مورد ثبوت موثق ارائه کند که دشمنان مخفی پاکستان نزدیک به سرحد مساجد و مردم عام را هدف قرار می دهند. این اظهارات مولانا حمدالحق با واکنش های تند افغان ها روبرو گردیده است. افغان ها اینچنین اظهارات ملاهای پاکستانی را تداوم دشمنی اسلام آباد با کابل یاد می کنند که به گفته ایشان 22 سال قبل به خاطر حملات هوایی بر خاک افغانستان امریکا را مراکز نظامی داده بود، بالای کنر راکت پراگنی می نمود و اکنون هم حریم هوایی افغانستان به کمک پاکستان از سوی طیاره های امریکایی نقص می گردد. اضافه می کنند که حملات و نامنی ها را در پاکستان گروه های مسلح ایجاد نموده که در 40 سال گذشته از سوی نیروهای پاکستانی آموزش دیدن و نهال های غرض شده دست خودشان است و اکنون انگشت انتقاد را بر افغان ها نگیرند. کار سرگندوانی است و اکی اسلامی امارتی دیده زمانت را کشتی مو پیلیس و پرینجور و نوری حمله نکی در جمعه پا پیکر دیهو و دخمنوی و دوام دا کمچی در این دویست کلمه که دیجک مابد عدی امریکان و رفایان و تور کلی کمچی شل کل پونل رکتون را وڈی ور کمچی کراشی زندانون و سمله افغانان و رکتی کمچی ماوای حریم و سم جدی للاس اشغال ده دا ترهگر دی خپل چلوی کاله دی بل پر روزلی اوس پدی مسله سوی دی خپل مشکل په خپل حال کې افغانستان نه امن کور دی جرامي کور دی قراری کور دی. باور این است که افغان ها هیچگاه از تروریسم حمایت نکردند و نه هم در امور داخلی همسایگان مداخله نمودند. ناظرین میگویند مسئله TTP موضوع داخلی پاکستان است که هیچ ارتباط به افغانستان ندارد و اسلام آباد مسائل داخلی خود را به افغانستان مرتبط نسازد. مشکلات امنیتی، مشکلات TTP موضوع داخلی پاکستان است، به افغانها اصلا ربطی نداره و نباید پاکستان همان طور که گروه ها را علیه دیگه کشورها تربیه کرده بود و می گروه هایی که امروز علیه خودش می جنگن، اینا همه ساخت باخت خود پاکستان است. افغان ها هیچ وعده، تکرار می کنم، در امور داخلی کشورهای همسایه مداخله نکده و نمی کنه. برخی دیگر می گویند حملات و نامنی های کنونی در پاکستان نتیجه استراتژی های غلط نیروهای پاکستانی است که در 4 دهه گذشته آن را تعقیب می کردند. کارشناسان می گویند تا زمانی که جنرالان پاکستانی از سیاست های دوگانه خود دست بردار نشوند و آموزش ترورستان را خاتمه ندهند، حملات در پاکستان ادامه خواهد داشت. و پاکستان کی موجود نمونه او ترهګری د خپل د پاکستان د استابلیشمنت د ناروا دو مخی او شیطانی سیاست لامل دی. پاکستان باید په خپل سیاستونو کې ژوره کتنه وکړي او بین هر کله د پاکستان د ملت
مسؤلیت دی چې د پاکستان واکمن جنرالان او کلنرالان له استخباراتي لوبو له استخباراتي ناندرویو او د استخباراتي لوبو لپاره د پاکستان او د پاکستان د ملت له کرایه کېدو څخه لاس واخلي. زه په دې باور یم تر څو چې پاکستان دغه ماران ساتي کله به محمد کې نه وي او دغه ماران به بیرته قبل از این هم حکومت پاکستان مستقیما اتهام بسته بود که تی تی پی در افغانستان فعالیت آزادانه دارد و خاک پاکستان را از آنجا تهدید می کند. اما امارت اسلامی همزمان این اتهامات را به اساس خوانده و تاکید می نماید که خاک افغان بر ضد هیچ کشوری استعمال نخواهد شد. امارت اسلامی در اشاره به نشست قطر می گوید انتظار می رود تا این نشست بالای حالات و اوضاع افغانستان تأثیر بگذارد. هرچند معلومات ابتدایی نشست دوحه همگانی نشده، اما اعتقاد بر این است که طرف های افغان و آمریکایی در عقب دروازه های بسته روی مسائل مهم بحث خواهند کرد. کارشناسان نشست قطر را برای تعامل، روابط و همکاری ها یک فرصت خوب می دانند و می گویند که در برخی از موضوعات باید نرمش اختیار گردد. هنوز هم معلومات در مورد نشست میان مقامات امریکایی و افغان ها همگانی نشده، اما امارت اسلامی انتظار دارد که این نشست نتایج مثبت را با خود در پی داشته باشد. ذبیح الله مجاهد میگوید که گفتگوها و بحث ها برای نگرانی ها و چالش ها مؤثر است و انتظار می رود تا هر دو طرف موارد را که در صدد آن هستند از این نشست به دست بیاورند. خبر نتیجه ورکی افغانانو ډیر حقوق ځای سی وی موږ خپل حقوق تنکو افغانستان حقوق پوښتنه کوي، افغانستان خلکو د غوښتنو انعکاس ته دوام ورکو په نړیوالو سره، او د نړیوالو کوم اندېښنې چې دی خپل ځواب وو هغو دپاره کوشش کوسی رسیدګي. هرچند امریکا و امارت اسلامی در این نشست با اجندای متمایز اشتراک کردند، اما اعتقاد بر این است که در این نشست حقوق زنان، کمک های بشری و تعامل روابط روی بحث گرفته خواهند شد. دواړه طرفونه و دې غونډې ته د مختلفو اجنډاو سره راغلي دي. امریکایان غواړي چې پر دغو مسایلو چې بشر حقوق دي، د ښځو مسایل دي او د عامه شموله حکومت جوړول دي، پر دې باندې خبرې وکړي، او طالبان غواړي چې پر کنګلسو پیسو باندې او پر بندیزونو پر د تور لیست باندې خبرې وکړي. دا اجنډاوې بیخي سره متفاوت دي. کار زنان، تحصیل دختران، حکومت فراگیر و نگرانی ها بابت استفاده از خاک افغانستان بر ضد کشورها موارد قابل بحث در این نشست شمرده می شوند. اما نظر این است که اگر هر دو طرف در برخی از تصامیم نرمش نشان ندهند و یا در آن تغییر نیاورند، پس این نشست هم مانند سایر نشست ها بی نتیجه خواهد بود. با هر دو طرف با قبول انعطاف پذیری و از خودگذاری بتواند راه های حل مشکلات افغانستان را از طریق راه اندازی می گفتمان های سیاسی حل کنند و جلب اعتماد جامعه جهانی را نسبت به حکومت آینده افغانستان و مردم افغانستان بیشتر بسازند. در شرایط کنونی مردم افغانستان با کمک های جامعه جهانی و همچنان تعاملات مثبت با آنها ضرورت دارند. رهبری هیئت افغان را که در این نشست امیرخان متقی به عهده دارد گفته است با جانب امریکا روی آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان، محدودیت ها و گشت و گذار طیاره های بی سرنشین امریکا بر حریم هوایی افغانستان بحث خواهد کرد. از سوی دیگر وزارت امور خارجه امریکا در مورد اجندای نشست قطر گفته است که با هیئت افغان در مورد امنیت، مبارزه در برابر مواد مخدر و سهم معنادار زنان در جامعه افغانی بحث خواهد گردید. اما نظر این است که علاوه از این موضوعات در عقب دروازه های بسته هر دو طرف روی مسائل مهم دیگر هم بحث و گفتگو خواهند کرد. حکومت سرپرست ادای متوجه بودن تهدید به سارنوالان را رد کرد. مسئولین ادای یک نهاد آمریکایی را که گفته سارنوالان پیشین با خطر تهدید روبرو هستند را قاچاق انسانی و بیرون نمودن کادرها از کشور می‌خوانند. آنان اطمینان می‌دهند که سارنوالان با هیچ نوع خطر و تهدید روبرو نبوده و در مسئولیت به سر می‌برند. در این حال کارشناسان امور می‌گویند که امارت اسلامی مسئولیت زندگی تمامی افغان‌ها الخصوص سارنوالان را به عهده دارد و باید در این زمینه توجه جدی نماید. یک نهاد آمریکایی تحت نام عدالت و صلح انتقالی در گزارش اخیر خود ادعا کرده که از زمان آغاز حاکمیت امارات اسلامی بدین سو زندگی برخی از سارنوالان پیشین با تهدید مواجه است. اما حکومت سرپرست این ادعای نهاد مذکور را بی اساس و بعید از حقیقت می خواند.
سخنگوی امارت اسلامی میگوید که زندگی هیچ یک از تارنوالان با تهدید مواجه نیست و به گفته او علاوه از تارنوالان زندگی تمامی افغانها در کشور مسئول است. بله متاسفانه په افغانستان کې چیرم چا تارنوال ته څه خبره نه ده کړې. د تیر نظام تور تارنوالان د افغانستان کې ستا په ولایت کې ستا په مرکز کې ستا موږ هیڅ یو پیښه دې په وړاندې نه لرو. داسې د دوی په اړه باندې غلط راپور خپرېږي او دوی ته تشویش اچول کېږي او بیا د دوی د قرار دپاره زمینه سازي کېږي او د افغانستان د وتلو هڅه کېږي. موږ فکر کوو چې دغه نهادونه متاسفانه د انساني قاچاقبر سره لاس لري. قبل از این هم برخی از گزارش های قتل و بازداشت شماری از نظامیان حکومت پیشین دست به دست میگردید که بارها از سوی حکومت سرپرست رد گردیده است. با آنکه آگاهان امور میگویند که فرمان عفو عمومی از سوی حکومت تا حد تطبیق گردیده، اما به این باور هستند که برخی از رویدادهایی که به وقوع پیوسته به دلیل خصومت‌های شخصی رخ داده و نهادهای امنیتی باید جلوه چنین اعمال را بگیرند. یو چا په خپل قدرت وکړ یو چا سره ظلم یا زیاتی کړی نو هغه طبیعي ده که هغه طالب یا غیر طالب یا ځینې خلک خپل غچ اخلي او هغه شخصی دکمنیان په افغانستان کې ډېر رول لري. دغه ټولنې چې د سرنغولانو په حق له باندې راپورونه خپروي د دو تحلیل په کار ده. د ده تر شا پورې حتمی یو استخباراتي لوبه ده. اما حکومت میگوید که فرمان عفو عمومی با جدیت تمام قابل تطبیق است و کسی نمیتواند از آن سرپیچی نماید. به گفته مسئولین حکومتی اگر اعضای امارت اسلامی از فرمان عفو عمومی نافرمانی نمایند فوراً مجازات خواهند شد. آیا داد سیاسی مخوان چوک دوی وزوری تا بالکل من ندی اچاته اجازه نست و که داد سیاسی بوسی دا پر جرم ده دعفه ما تول و دخل مشر خبر نمانل دادی دا افراد پر جرم ده چوک دا کار نکی و که بو که پل مجرم بلل کی مجازات کی بچه. قبل از این نیز شماری از کشورها به شمول سازمان ملل بابت عدم تطبیق فرمان عفو عمومی در افغانستان نگرانی ابراز نمودند و حکومت سرپرست را متهم کردند که فرمان عفو عمومی در برخی از مناطق اجرایی نشده است. سازمان ملل بر دسترسی زنان و دختران به حقوق اساسی تاکید دارد. سرمنشی سازمان ملل میگوید که زنان در همه جا حق زندگی مسئول و با عزت را دارند و برای یاد و مسئولیت حقوق این قشر به تلاش ها دوام خواهد داد. مسئولین امارت اسلامی در پاسخ به این اظهارات آنتونیو گوترش اطمینان میدهد که متحد به تمام حقوق زنان در چوکات شریعت هستند و با ساخت و ایجاد محیط مناسب مشکل کار و تحصیل زنان و دختران حل خواهد شد. مسئله ممنوعیت کار و تحصیل زنان و دختران زیر چتر امارت اسلامی موضوعی است که سبب چالش جدی بین جامعه جهانی و حکومت سرپرست شده است. جامعه جهانی به طور خاص آمریکا بارها از امارت اسلامی خواستند که ممنوعیت کار و تحصیل دختران و زنان افغان را بردارند تا حقوق اساسی آنها تأمین و مسئول بمانند. به تازگی آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل گفته است که حقوق زنان برای این سازمان اولویت دارد و برای مسئولیت از آن به تلاش ها ادامه خواهند داد. زنان و دختران در هر جا مستحق زندگی با عزت و وقار هستند. ما هرگز تسلیم نخواهد شد تا حقوق اساسی زنان در هر جا مسئول نگردد. اما فعالین حقوق زنان میگویند که اعاده حقوق زنان از سوی امارت اسلامی در حد شعار است و به گفته آنها در عمل در این بخش چیز دیدن نمی شود که بتواند تحقق حقوق زنان و دختران را تضمین کند. با وجودی که کوتا میگن که حق میراث است و حق انتخاب است و حق ای یه هست، ولی در عمل اتا در محاکمشان که آجل و دفتن بدون تحقیق و ریسرچ و تحقیقات اجرا میشه در همو جه هم زن محکوم است. موندم در گفتن در اسلامی امارات در چرواکو چخده چی پر زمان در افغانستان خویندی چی دیدی غده پارا باید پر شرعی نظام و شرعی کانون که پر شرعی چوکت که ورطا اغا زمینه برابرشی چی دوی دلتا تلیم ما کوریشی و خپل کاروبار تجارت ما کوریشی. حدود 670 روز سپری می شود که دختران افغان از تعلیم در کشور ممنوع شدند. با در نظر داشت به این زمان برخی از دختران می گویند که با بسته شدن مکاتب آرزوها و امیدهایشان را از دست دادند و حکومت سرپرست می خواهند که آماده ی هر نوع پوشش اند، اما بگذارد که دختران به تعلیم خود دوام بدهند.
اگر امارات اسلامی این نوع حجابی را که ما میکنیم ایره هم قبول ندارن، در صورتی که موی ما معلوم نمیشه، حتی ما از ماسک استفاده میکنیم، باز هم میتونیم بگویم که ما حتی برقع را هم قبول داریم، با برقع هم میتونیم بریم به درس خود ادامه بدیم. کافیست که دیگه بهانه تراشی نکنن و بر ما اجازه درس و تحصیل را بدن. امارات اسلامی اما میگوید که حقوق زنان در افغانستان تامین شده و میافزاید که در تلاش است تا محیط مسئول برای باز شدن مکاتب و پوهنتون‌های اوناسیه را به میان آورد تا آنها بتوانند به تحصیلشان دوام دهند. باید وایشدی افغان خزی وسم با وقار ژوند کې عزت خوندې سوی د تجاوزونو مخه نیول شوی دوته دیوار ځمن موجود سره قتل کیږي. تعلیم موضوع د کار موضوع باندې بحث روان ده، خبرې روان دي، کار روان ده. دغه نه هم چا انکار نه کوي ولې پغه چوکار کې سي اسلامي شريعت ایجابي موږ چاپیریال جوړو او افغانان باید مطمئن وسی کسی دی افغان مرمن و عزت و اسلام و شریعت کنید. این در حال است که چند روز قبل برخی از مقامات گفته بودند که یادگیری دروس عصری فرض نبوده و تنها علم دینی را بر هر مرد و زن فرض خوانده بودند که این اظهارات با واکنش تند داخلی و خارجی رو برو شد. حکومت تمام نقطه های سرحدی با کشورهای همسایه را تثبیت و معلوم کرده است. مسئولین وزارت سرحدات اقوام و قبایل می گویند که یک سلسله اقدامات را به هدف مسئولیت سرحدی در برخی از سرحدات با کشورهای ایران، پاکستان، ترکمنستان و تاجیکستان انجام دادند. آنان از حل نزدیک به 500 قضیه خرد و بزرگ میان اقوام در سال گذشته نیز خبر می دهند که به دلیل آن صدها تن کشته شدند. وزارت سرحدات اقوام و قبایل اطلاعات مربوط به فعالیت‌های گذشته و آینده خود را در چارچوب پاسخگویی دولت به ملت با رسانه‌ها به اشتراک گذاشت. مسئولان این وزارت می‌گویند که علاوه بر بسیاری از فعالیت‌های دیگر، توانستند در راستای تأمین امنیت مرزها با تمامی کشورهای همسایه اقداماتی را انجام دهند و این فعالیت‌ها دستاورد نیز داشته است. لترکمنستان سره په ګډه پوله د جوزجان ولایت قرقین خمآب او خواجه دوکو ولسوالیو د هرات ولایت تورغونډۍ بندر او سپری نقاطو له تاجکستان سره په ګډه پوله د کندوز ولایت قلای زال امام صاحب او د شترچی ولسوالیو او د بدخشان ولایت اشکاشم او واخان ولسوالیو د تخار ولایت درقد چایاب خواجهغار او د شترچی ولسوالیو د شتي قلا ولسوالیو له ایران سره په ګډه پوله د نیمروز ولایت کونګ ولسوالی د هرات اسلام قلعه د پرا ولایت لشجوین شبکو او اناردره ولسوالیو سره سرحدی بررسی او څارنه ترسره شوی. به گفته وی در زمینه نظارت و بررسی خط فرضی دیورند، خط مذکور را در ولایات نورستان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، زابل و قندهار نظارت و بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که در هر زمان دیگری در مقایسه با این بار تمام مرزها و سرحدات محافظت شده است. مقامات وزارت مذکور افزودند که در سال گذشته نزدیک به 500 قضیه خرد و بزرگ و اختلافات خانوادگی را حل کرده که در آن 691 نفر کشته شدند. در زمکو او نور و بیلابیل موضوعات و پرسر ارد محال یو سلو دری دیرس لوی او دری سو شاوخوا وریش خلی چی لعمله تقریبا 601 نیوی کسان مړه او سلګونه کسان جبل شوی وو. د افغاني دودیزی جرګو صلح او مرکو له لارې د اسلامي اصولو په رڼا کې حل او په دوستی بدل شوی. ما گفته سرپرست این وزارت خدمات صحی و تداوی خاصی برای کوچی ها در ولایت های مختلف در نظر گرفته شده است و در آینده به آنها توجه بیشتری خواهد شد. در روغتیا وزارت له ګدامونو څخه د بغلان ولایت د کوچانو ټولو روغتیایي کلینیکونو ته د 1,000,000 او 500,000 افغانیو په ارزښت 650 قلمه درمل لیږدول شوي دي. د کوچانو د لوی ریاست په هلو ځلو د عامې روغتیا وزارت په همکارۍ د شرقي زون، ننګرهار، کونړ او نورستان کوچانو ته د روغتیایي خدماتو لپاره د نړیوال روغتیایي پروګرام لخوا 40 روغتیایي مرکزونه منظور شوي چه عملیانی شهری روانی دی. بر اساس معلومات وزارت سرحدات، اقوام و قبایل، فرصت‌های زیادی را در زمینه‌های آموزشی، صحی، سفر و غیره را برای افراد زیادی در مناطق سرحدی فراهم کردند و تلاش دارند تا این اقدامات را افزایش دهند. این وزارت همچنان می‌گوید که طرح نوسازی علایم مرزی با چین، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان را
به دستور رهبری امارات اسلامی تصویب کرده و به زودی علایم مرزی عصری جدید در تمامی نقاط سرحدی نصب خواهند شد. متقاعدین پیشین خواستار پرداخت حقوق و امتیازات خود از سوی حکومت هستند. بانک آنها پس از روی کار آمدن حکومت سرپرست بارها در مورد حقوقشان مطالبات را مطرح کردند، اما به گفته آنان تا حال به خواسته های هیچ کدامشان توجه صورت نگرفته است. با این حال امارت اسلامی میگوید که علما در مورد موضوع متقاعدین اختلافات نظر دارند و با حل مشکل مذکور حقوق همه متقاعدین داده خواهد شد. بردوام خواسته ها و مطالبه حقوق و امتیازات متقاعدین اینجا در مربوطات چمن حضوری گرد هم آمدند و خواستار پرداخت حقوق خود از سوی حکومت هستند. آنها میگویند با وجودی که تمام طی مراحل دریافت حقوق تقاعد خود را تکمیل کردند، اما میافزند که ادارات مربوطه هنوز به مطالبه آنها پاسخ مثبت ارائه نکرده است. در بین متقاعدین اکثریت ریش سفیدان و کهنسالان دیده میشوند و میگویند که در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند و توان رفع نیازمندی های اولیه زندگی را دارند. خدا حق بده، حق نمده خدای ده، زکا چه حق والم، حق خالده نشه، حق بده هزم نک. دا متقایدونو حق پیسه که تاس خاص توجه کوی او منگ دا حق بده، منگ حق بای چرا کهی بیتا پاوتی ده زانونه خیی. در حال حاضر صدها تن متقاعد در نقاط مختلف کشور حقوق و امتیازاتشان را دریافت نکردند. متقاعدین میگویند با آنکه تمام طی مراحل دریافت معاشات تقاعدیشان را تکمیل و برای پاس شدن به وزارت مالیه تحویل دادند، اما این نهاد هنوز هیچ گونه پاسخی برای آنها ارائه نکرده است. چه دمون متقاعدینو معاشات در دری کالش و چه منگ تا ادارات و د وزارت مالیه دخوانه تروسه پوری منگ تا دغه دمونگ قانونی او شرعی حق ده. منگ تا تروسه پوری دوی لبایک نده ویلی او تسلیم کلی نده. نو بنا ان بیا منگ هم دا احترامن عرض کهو پا طولو دا دولتی چارواکو پا دغه کل علمانو دا دین د دی امارت اسلامی چه دمونگ دغه پقیر خلق بیچاره خلق دغه متقاعدین دا په ټوله نړۍ کې دا یو سیستم ده، په اسلامي نړۍ کې او په کوپري نړۍ کې دا حق زمونږ ده، دا حق باید چې مونږ ته دوی راکی. اما امارت اسلامی در مورد موضوع و مطالبات متقاعدین چنین دیدگاهی دارد؟ بله، د متقاعدینو دغه موضوع په بار بار مشرانو ته هم رسیدلې ده او ادارو ته هم رسیدلې ده. موږ هڅه کوو چې دغه موضوع زر حل شي، دوی ته هغه عمومي د تقاعد په دغه ټوله موضوع او معضله باندې یو څه شرعي بحث ضرورت و په هغه خاطر باندې لږ ځنډېدلې. امید کوو چې زر دا موضوع ټوله سي او د خلکو ستونزې حل سي. دا موضوع به موږ هم انشاءالله کوشش کړو چې دې غږ ورسیږي. متقاعدین میگویند پس از روی کار آمدن امارت اسلامی چندین بار به مرجع مسئول مراجعه کردند تا به خواسته های آنها رسیدگی صورت گیرد، اما شکایت دارند که در وضعیت بد اقتصادی گیر هستند و توان رفع نیازمندیشان را ندارند. آنها خواهان حل هرچی عاجلتر موضوع پرداخت حقوق و امتیازات متقاعدین از سوی مرجع مسئولند. سرویس خبری ما در اینجا به پایان می‌رسد. سپاس شما و همکارانم. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.